شما را به دیدار از لس آنجلس، بزرگترین شهر ایالت کالیفرنیا و دومین شهر پرجمعیت آمریکا پس از نیویورک می‌بریم. به لس آنجلس LA یا شهر فرشتگان می‌گویند. شهری با نزدیک به 4 میلیون جمعیت و اتوبان‌های پر از اتومبیل و نقاط دیدنی بسیار. لس آنجلس به سبب داشتن مراکز تفریحی و سرگرمی فراوان، دومین شهر ایالات متحده آمریکا از نظر جذب گردشگر است. لس آنجلس شهری است با موزه های مشهور، دانشگاه های بنام، مراکز فرهنگی و تفریحی فراوان. اما بسیاری لس آنجلس را مرکز سینمای جهان می دانند. هالیوود در قلب لس آنجلس با دیدنی های بسیار جایگاهی است برای تمام کسانی که از سراسر جهان به دیدار این مرکز سینمایی و هنرمندان معروف و زیبای سینمای آمریکا می آیند. هنرمندانی با شهرت جهانی. اما بسیاری از هنرمندان هالیوود مدیون مراکزی هستند که سلامت و زیبایی بیشتر را به آنها هدیه داده است. Move into the future. I'm very concerned about healthcare. The real issue is how do we keep Americans healthy? And I understand that is one of your goals. So tell me, what are you doing to help us stay healthy? Any new procedures and developments that help people to live more productive lives and in so doing move America forward? Mr. Shatner, today as never before, we live in a business and social world filled with a pressure and an anxiety. It's time for us to start living a healthier and more productive life. What we do is make that possible by creating for people a calm and tranquil mind and body. And that, Mr. Shatner, is how we are helping to move America forward. شما را به دیدن آی اسپا با مدیریت راشل پوری، مرکزی که محبوب چهره های به نام هالیوود است، میبریم. با هم به دیدار این مرکز زیبایی می رویم. مرکزی در یکی از معروف‌ترین نقاط لس آنجلس، کالیباسس. خانم راشل پوری مدیریت این مرکز با ما سخن می گویند. سلام، من راشل پوری هستم. اینجا در هالیوود به من میگن هالیوود ایمیج میکر، یعنی کسی که تمام ایمیج تمام آدم های استارای هالیوود رو درست میکنه. و من ایدیام توی زیبایی انساید و آتساید، ایز نات جست آتساید. و خوشبختانه یا بدبختانه زیادم موافق با سرجری و پلاستیک سرجری نیستم و فکر میکنم تا جایی که میتونیم ما باید پریونت کنیم و زیبایی خودمونو یه مقداری جلوی پیری رو بگیریم و سعی کنیم که دیرتر بسیکلی پیرشیم. و یکی از هنرپیشه‌های خیلی معروفی این چند وقت اخیر که تمام برنامه آسکر و امی، همیشه هنرپیشه‌ها که میخوان وارد رد کارپت بشن، بیشترشون به من زنگ میزنن و از من سوال میکنن که چه کاری برای پوستشون باید بکنن. همیشه یک ماه جلوتر به من تماس میگیرن که چه کاری باید انجام بدن و من همیشه همه رو روی اسکیجولی که اول باید چیکار کنن، دوم باید چیکار کنن، سوم باید چیکار کنن. و طوری که خیلی کسا رو من میدونم که میرن پلوی دکترا و دکترای پوست اور پلاستیک سرجن اور اسپای دیگه و کاری که باید بکنن بیسیکلی باید روتش، باید ریشش درست باشه، باید از بیسیک همه چی رو از اول 1 و 2 و 3 جلو برن، نرن یک دفعه سعی کنن که برای مثال بخوان لباش رو فقط کلوف کنن قبل از اینکه به پوستشون برسن.
سو من اینجا هنرپیشه‌های خیلی زیادی هستن، مثل جنیفر لوپز، مدانا، کسی اولین کسی بود که من اکسیژن فیشال بهش معرفی کردم، ویویکا فاکس، یکی از بیوتیفول سکین شی هست، اند پیدن هنتیر. آی هاف کلاینت هایی داریم، استارایی داریم، هنرپیشه‌ای هستن از سن هیدن پنتیر که از بعد بین 20 ساله هستن میره تا سن 40 خورده‌ای مثل جنیفر لوپز، مثل میره بالای سن 50 سال مثل مدانا، و هنرپیشه‌های دیگه هم داریم که بالای سن 70 سال هستن، در به قول معروف خیلی اولد تایمرن. و اینجا سعی می‌کنم هر چی که بتونه بهترشون کنه لوکشون رو برای رد کارپت کمکشون کنم. هم خیلی مشتریای کلاینت های ما، مشتری های ما فکر میکنن که ما چون توی هالیوود هستیم و هنرپیشه زیاد اینجا هست، قیمت همون خیلی اکستریملی اکسپنسیو و گرون هست، در صورتی که همچین چیزی نیست. فقط میتونیم با یه تلفن اینفورمیشن ها رو بگیرین. قیمت های ما پایین نیست، ولی اونجوری که شما فکر میکنین گرون نیست، ولی کوالیتیمون the best quality. Botox without the pinch, plump skin without collagen. Secret solutions are in your refrigerator. They like this facial because it's all organic and it's all fruit. Michelle Perry of LA's AI Spa tells me celeb clients Hayden Panettiere and Vivica Fox quench their thirst with her fruit facials. She mixes pineapple and a sugar scrub for a deep cleanse. Call it smoothie facial. Smoothie facial, I love it. Sounds delicious. She says you can wipe away wrinkles without Botox. The best mask is the egg yolk. Egg yolk? We did touch up the lemon. Okay, you just put it on your face? Put it on your face for 10 minutes. And instantly your skin feels tight and tightened, exactly. Okay. Rochelle recommends doing it at least twice a week. And how about this delicious secret? Pureed peaches to plump up sagging skin. Peach has the most collagen, natural collagen for skin. The ladies in Hollywood definitely want to hear that. Simply spread on your face for about 5 minutes, then wrap a hot towel over the area and squeeze half an orange over the towel. It's so simple, you can do it at home or come into the spa to have it done. Repamper from A to Z. It's one-stop place. And that's the way we like it. لس آنجلس شهری است با زنان و مردان موفق که در رشته‌های گوناگون از بهترین‌ها هستند. شهری با جمعیت بسیار که هزاران نفر از گوش و کنار جهان به آن کوچ کرده‌اند. شهری با چند میلیون اتومبیل در رفت آمد. شهر حادثه، حوادث تلخ و شیرین. اما وجود وکلای کارکشته و ماهر در این شهر در زمان حوادث یار و یاور لس آنجلس نشین ها هستند. با هم می رویم به دیدار دکتر سیمون اتحاد، وکیلی که علاوه بر تخصص در تصادفات و صدمات بدنی در رشته های دیگر حقوقی نیز تجربه بسیار دارد. درباره تصادفات بسیار شنیده اید، اما دکتر سیمون اتحاد از نکته حساس برای ما صحبت می کند که شنیدنی است. سلام و درود بر بیننده هاتون، امیدوارم که حالتون خوبه. مرسی آقای کاردان که اومدید در آفیس من امروز. قبل از اینکه شروع بکنیم صحبتمون، اول یه عرصهای کوچیک. من بیشتر از 30 ساله که از ایران در اومدم، اگر فارسیم به اون عالی نیست که بسی باشه، معذرت میخوام. یکم سر خودم صحبت میکنم، بعدن سر یک سخنی که من و شما قبلا داشتیم. کاری که آفیس من میکنه تصادفات، دکتر سو میکنم، مدیکال مال پرکتس، وکالا رو سو میکنم برای لیگال مال پرکتس، کارهای ترانزکشن، کلکشن. یه چیزی که من با شما سرش حرف زدم این بود سر سو کردن اونایی که در رشته ساختمان‌سازی هستن. این نقطه هم جالبه، هم کاری که من بیشتر از 5 سال این کارو میکنم. در با اجازه شما اول با تاریخ شروع بکنم. در ایالت کالیفرنیا و بیشتر ایالت ها این قانون ها رو دارن. در ایالت کالیفرنیا اگر شما برید و یک کسی رو استخدام بکنید که در رشته ساختمان سازی باشه و این ایشون برای شما کار بکنه،
روزی که شما بفهمید لایسنس ندارن میتونید سو بکنید و پولتون رو پس بگیرید. تاریخ این شکلی شروع میشه که تقریبا سال 1939 در ایالت کالیفرنیا لجسلیچر اونا که قانون ساختن یک قانون خیلی دقیق درست کردن که اگر بیاید و کسی که در رشته ساختمان سازی است، برای من فرق نمی کنه، یا خونه می سازه، کاندومینیوم، بیلدینگ، دیوار، هر کاری که میخواد بکنه استخدام بکنید، بایستی لایسنس داشته باشه. از 1939 تا سال 2001 قانون جوری بود که اونایی که در کار ساختمان سازی بودن اگر لایسنس نداشتن نمیتونستن برن توی دادگاه کالیفرنیا کسی رو سو بکنن. منظورم اینه که شما میاید یک کسی رو استخدام میکنید، ایشون برای شما کارش رو تموم میکنه، اگر پولش رو بهش ندید ایشون نمیتونست بیاد شما رو بدون لایسنسی که ولد باشه، به واسطه که کار بکنه، بیاد شما رو سو بکنه در ایالت کالیفرنیا. سال 2001 قانون یکم عوض شد. ما وکیلا به قسمت اول میگفتیم، میگیم شیلد، یعنی یه سپری بود که برای اونایی که سو میشدن بتونن از خودشون دفاع بکنن. سال 2001 این قانون عوض شد و چیزی که اضافه شد اینه که اگر شما پولی دادید به کسی که برای شما در ساختمان سازی هست، دولت و قانون به شما حالا اجازه میده که تموم پولتون رو پس بگیرید. من بعضی موقع که برای تعریف میکنم برای مشتریام این موضوع رو، میگن این فر نیست، منصفر نیست که این شکلی باشه، ولی قانون دلیلات مخصوصی داره و برای هممون این قانون خوبه. هیستوری این قانون جوری که درست شده همین شکلی که شما می‌بینید، یکی از بزرگترین سرمایه گذاری ما توی آمریکا خونه‌ای که داریم، معمولا میگن our house our castle، یعنی قصر ما خونه ماست، تمام پول ما در اونجاست. این یکی از این دلیل هاست، مهم بودن این investment، این سرمایه گذاری. دلیل دوم اینه که شما، دولت میخواد، قانون میخواد که شما با کسایی کار بکنید برای خطر زمین لرزه، برای خطر اونایی که دارن کار میکنن، میخوام مطمئن باشن که کسایی رو منزل شما کار میکنن، تو خونه شما کار میکنن که یه مینیموم استاندارد دارن، یه فهمایشی دارن در ساختمان سازی. سال 2001 قانون وقتی که اضافه شد بهش، جوری درست شد که اگر شما به عنوان مثال میایید یک کسی رو استخدام میکنید، بهش میگید یه منزلی برای من بساز، حالا جنرال کانترکتر باشه یا ساب کانترکتر باشه، پولی بهش میدید و این ساختمون رو درست میکنه، حتی ساختمون بهترین ساختمون باشه، هیچ پرابلمی ندارید با ساختمون، هنوز که هنوزه، اگر وقتی که این شروع به کار کرده لایسنس نداشته باشه، دوباره میگم حتی که اگر ساختمونتون عالی باشه، میتونید شما دیسگورجمنت، میتونید شما هر پولی که ایش به این کسی که جنرال کانترکتر بوده یا ساب کانترکتر بوده، هر پولی که بهش دادید پس بگیرید. خونه $1,000,000 خرج بوده، شما $1,000,000 رو دادید، دیوار، سقف، آجر، همه چیز رو براتون اومدن گذاشتن. روزی که شما میفهمید که این کانترکتر لایسنس نداشته، یا به من یا به وکیلی که این رشتشه زنگ میزنید و ما میتونیم تموم پول رو بگیریم. به عنوان مثال من میتونم مثال بتونم برای شما بگم، درست مثل اینه که شما برید برای دکتر دندون، دکتر دندون میتونه بهترین روت کانال رو برای شما درست بکنه، ولی اگر لایسنس نداشته باشه، موقعی که اون روت کانال رو درست کرده به زنگ میزنید میگید پول منو پس بدید و زیر قانون میتونید پولتون رو پس بگیرید. همون شکلی هم هست با وکالت، میتونه شما برای وکیل کارتون رو عالی درست بکنه، ولی اگر اجازه کار نداشته
لایسنس نداشته نمیتونسته کار بکنه، 100% شما میتونید پولتون رو پس بگیرید. نقطه دیگه که میخواستم براتون بگم اینی که قانون جوری درست شده که بهش میگن equitable consideration. اینی نیست که یک کسی که کانترکتره میتونه بیاد بگه من ساختمون رو قشنگ درست کردم یا پول دیواری که من گذاشتم یا پول آجری که من گذاشتم رو به من پس بده. اصلا نه ابدا، از اول تا آخر پولی که شما دادید رو میتونید پس بگیرید و من هم همیشه اینجا هستم برای شما. اگر سوالی دارید میتونید به آفیس من زنگ بزنید و من همیشه در خدمتتون هستم. در لس آنجلس، شهر فرشتگان و دومین شهر پرجمعیت آمریکا، داشتن خانه هدف کسانی است که در این شهر اقامت دارند. اما خرید خانه و گرفتن وام خانه در این شهر احتیاج به افراد کارکشته و خبره در این رشته دارد. می رویم به دیدار یکی از چهره‌های محبوب لس آنجلس، شخصی که بسیاری را صاحب خانه کرده است، نیک یونانیان. برای خرید خونه و گرفتن وام احتیاج به یک متخصص آگاه دارید، متخصصی که بتونه از اول کار تا انتهای این برنامه پروسس خرید خونه شما رو یاری بکنه، شخصی که تجربه کافی داشته باشه و تمام لس آنجلس رو بشناسه که بتونه پراپرتی که در نظر شما هستش رو برای شما در ایریایی که میخواید پیدا بکنه. ولی قبل از خرید خونه باید حتما آگاه باشید که وامتون رو حتما با یه بانکی کوالیفای بکنید و مطمئن باشید که وامتون به شرایطی هستش که برای خونه‌ای که میخواید شما بخرید کوالیفای خواهید شد و برای انجام دادن این کار حتما به یه متخصص احتیاج دارید که اوراق درآمد و کردیت شما رو از اول کار چک بکنه و مطمئن بشه که خونه‌ای که میخواید شما بخرید هیچ پرابلمی نخواهید داشت و برای وامی که میخواید برای خرید اون خونه بگیرید کوالیفاید خواهید شد. در شهر لس آنجلس ایریاهای بسیار زیادی هستند، هم میدل کلاس، لو کلاس و طبیعتا شهری هستش که گرانبهاترین خونه های دنیا در این شهر هستش. شما میتونید با تماس گرفتن با یه شخص آگاه طبق شرایطی که دارید اون ایریایی که میتونید کوالیفاید بشید رو انتخاب بکنید و کارتون رو با وامتون شروع بکنید و بتونید برای کوالیفیکیشنتون اقدام بکنید و کریدیتتون رو چک بکنید و بعد از اون بتونید ایشالله خونه دلخواهتون رو پیدا بکنید. برای اشخاصی که به شهر لس آنجلس جدیدن اومدن خوش آمد میگم و امیدوارم شهر لس آنجلس اونقدر که ما دوست داریم شما هم دوست داشته باشید. لس آنجلس دیدنی های بسیار دارد و ایرانیان از چهره های به نام این شهر هستند. بسیاری لس آنجلس را پایتخت ایرانیان غربت نشین می دانند.